آیا رهبران احزاب طرفدار برگزیت پیامی برای اطمینان دادن به رای دهندگانی که نگران آینده بریتانیا هستند دارند؟ این سوال پس از آن مطرح شد که بسیاری از رای دهندگان به جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا از نگرانی خود نسبت به اجرایی نشدن وعده های انتخاباتی خبر دادند. آنها نگرانند که سیاستمداران پیروز همه پرسی وعده های خود را به فراموشی بسپارند. یکی از اصلی ترین وعده ها کمک به سیستم بهداشت بریتانیا بود. بر این اساس گفته شد به جای اینکه بریتانیا هر هفته 350 میلیون پوند به اتحادیه اروپا بپردازد، این رقم باید برای سیستم بهداشت ملی صرف شود. نکته اول در این شعار این است که رقم کاملا نادرست است و این کشور به طور هفتگی رقمی کمتر از 250 میلیون پوند به اتحادیه اروپا میپردازد. دومین نکته که رهبر یوکیپ نایجل فراج در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این است که او نمیتواند اطمینان دهد که این پول در سرویس بهداشت و سلامت صرف شود و این تنها اشتباهی بود که از سوی یکی از برگزار کنندگان کمپین او صورت گرفته است. در دست گرفتن کنترل مرزهای کشور و جلوگیری از ورود بی‌رویه مهاجران به بریتانیا از دیگر وعده ها بود. حامیان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا میگویند کنترل مهاجرت تا زمانی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا است ممکن نخواهد بود، زیرا مهاجرت گسترده دستمزد کارگران بریتانیایی را پایین آورده است. یکی دیگر از وعده ها خروج سریع بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. رهبران کمپین برگزیت وعده دادند که در صورت پیروزی اقدامات لازم برای خروج هرچه سریعتر بریتانیا از اتحادیه اروپا را فراهم می کنند. این در حالی است که صحبت‌های دولت مردان بریتانیایی پس از همه پرسی خلاف وعده‌های آنها را نشان می‌دهد. وزیر خزانه داری بریتانیا میگوید نخست وزیر به کشور فرصت داده تا درباره چگونگی روابط تصمیم گیری شود و این امر با به تأخیر انداختن درخواست اجرای ماده 50 تا زمان نخست وزیر جدید ممکن می شود. Thank you.